امیدوارم موفق بشیم هم ما و مردم کشور. Wir haben uns hier versammelt, um die Solidarität mit dem Volk im Iran zu bekunden und den Hungerstreik zu unterstützen und hoffen sehr, dass die Menschen im Iran auch mitbekommen, dass sie in aller Welt Unterstützung haben. من از برلین میام و در برلین زندگی میکنم و خیلی خوشحالم که هموطنانم در حال حاضر برای رسیدن به اهداف آزادی به خیابونا میرن. و منم یکی از اونها هستم و منم به خیابون میرم که این آزادی که از دست دادیم به دست بیاریم. به عنوان یک ایرانی و پشتیبانی از این جنبش سبزی که در ایران هستش برای آزادی، برای رفاه و چی میگن، انتظاری دیگه هم ندارم. الان تو ایران یک جنبشی هستش، کوچکترین به اصطلاح خواسته که یه رأی مردم بوده که خود جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح 4 تا کاندیدا رو پیشنهاد کرده و یکیش مردم انتخاب کردن، اونو الان تقلب کردن و مردم دنبال این آزادی ها هستن. من جزو اعتصاب کننده ها هستم برای حمایت از این حرکت، آزادی زندانیان سیاسی. شخصا خودم برای به رسمیت نشناختن این دولت، به رسمیت نشناختن این حکومت و به رسمیت نشناختن این ریاست جمهوری. من به عنوان یه ایرانی که الان 25 ساله ایران رو ترک کردم و در اکسیر زندگی میکنم، ترک از ایران علتش جمهوری اسلامی بود، اومدم اینجا که از این حرکت حمایت بکنم. یکی از خواسته های مهمترین خواسته های ما در حال حاضر آزادی همه زندانیان سیاسی، تمام زندانیان عقیدتی، تمام جوان ها و دانشجوهایی که تو این حرکت های اخیر به شکل های وحشتناک دستگیر شدن و در زندان ها به شکل های وحشتناک شکنجه میشن، اومدم اعتراض خودم رو به این حرکت ها نشون بدم و امیدوارم که این حرکت های دست جمعی ما نتیجه بده و ما بتونیم این انسان های آزاده رو از زندان های جمهوری اسلامی آزاد کنیم. من اومدم اینجا از اعتصاب قضای زندانیان سابق جمهوری اسلامی پشتیبانی کنم در اعتراض به جنایتهایی که جمهوری اسلامی کرده و به نظر من صحنه‌های بسیار تکان دهنده این افرادی که در اینجا صحبت میکنن در واقع شهود زنده جنایت‌های جمهوری اسلامی هستند. اینها از خاطراتشون در زندان صحبت میکنن و اینکه به سرشون چه اومده، کسانی هستن که همسرانشون رو به قتل رسوندن، زناشون رو کشتن یا شوهرانشون رو کشتن و یا بچه هاشون رو کشتن و شکنجه‌هایی رو که شدن. و من فکر میکنم یه رژیمی که چنین شهود زنده‌ای وجود دارن که از چنین جنایت‌هایی رو در مورد این رژیم صحبت میکنن، فکر نمیکنم به هر حال زمان زیادی بتونن به حکومتشون ادامه بدن. توجه شما را به اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین جلب می کنم.
کنسرت استاد محمد رضا شجریان و گروه شهناز برلین سه‌شنبه 15 سپتامبر 2009 میزبان این برنامه است. در این کنسرت 14 چهره سرشناس موسیقی سنتی ایران استاد شجریان را همراهی می کند. مکان اربب واقع در مازور نال شماره 814 در 14057 برلین. بهای بلیت 25، 20 و 15 یورو. محل فروش بلیت فروشگاه خاورمیانه واقع در نیباشتغاست شماره 56 و فروشگاه سینا واقع در نیباشتغاست شماره 64. کنشگران و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر با انتشار فراخوان مشترکی روز 25 جولای را روز جهانی اقدام در دفاع از حقوق بشر مردم در ایران اعلام کرده و در این روز برای ابراز همبستگی جهانی با حقوق شهروندی مردم در ایران در 20 از شهر جهان دست به تظاهرات زدند. در برلین نیز به دعوت سازمان عفو بین‌الملل گزارشگران بدون مرز پن، آلمانی‌ها و ایرانی‌ها در پوتسدام پلاس تجمع کردند.